سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. من دکتر ربیعی هستم و امروز میخوام در مورد روغن گل مغربی با هاتون صحبت بکنم. توی قسمت اول که قسمت معرفی این دارو هستش، اسم این دارو کپسول روغن گل مغربی هستش و با نام‌های تجاری مختلفی از جمله باریج و ایون اویل توی داروخانه‌های کشور به فروش میرسه. این دارو متعلق به گروه داروهای گیاهی هستش و از این محصول به عنوان یک مکمل دارویی استفاده میشه. مکانیزم اثر این دارو: دانه های گیاه گل مغربی حاوی 14% روغن ثابت به نام ایوینینگ پرایم هستند. این روغن حاوی 50-70% سیس لینولیک اسید و 7-10% سیس گاما لینولیک اسید هستش. اسید های چرب ضروری برای ساختمان سلول ها و پیش ساخت پروستاگلاندین بسیار حائز اهمیت هستند. پروستاگلاندین در تنظیم متابولیسم بدن نقش بسیار مهمی داره. طبق نظر کارشناسان، این اسیدهای چرب باعث کاهش مشکلات قلبی و عروقی میشن و طبق تحقیقاتی که انجام شده، حذف این اسیدهای چرب از غذا باعث برخی از بیماری‌های پوستی مثل اکزما و ریزش مو میشه. اسیدهای چرب موجود در روغن گل مغربی همچنین تأثیر مطلوبی روی بافت‌های پیوندی داره و روند بهبود زخم رو تسریع بخشیده و باعث افزایش قدرت ایمنی بدن میشه. از ناباروری در مردان جلوگیری میکنه و از فساد چربی ها در کبد همچنین جلوگیری میکنه. از آسیب های روده‌ای و از به هم خوردن و کاهش تعادل آب بدن هم جلوگیری میکنه. روغن گل مغربی برای درمان آرتروز هم مؤثره و از گرفتگی و سفتی عضلات به خصوص در هنگام صبح جلوگیری میکنه. همچنین مطالعات نشون داده که مصرف این روغن برای بیماران MS تأثیر خیلی بسزایی داره. طبق آزمایش‌هایی که انجام شده، مصرف این روغن میتونه در کاهش سرطان پستان هم مؤثر باشه. بر اساس مطالعات انجام شده، با مصرف این روغن مشکلات سندروم پیشقاعدگی هم کاهش پیدا میکنه. این روغن همچنین برای بهبود علائم یائسگی هم مفیده. موارد مصرف گل مغربی. موارد مصرف گل مغربی به صورت زیر هستش: بهبود مشکلات پیشقاعدگی، کاهش ابتلا به سرطان پستان، تأثیر در بهبود علائم یائسگی و بهبود گرگرفتگی در دوران یائسگی، کم کردن درد ناشی از تغییرات هورمونی در پستانها در زمان عادت ماهیانه، تنظیم هورمون‌های زنانه، درمان التهابات پوستی و اگزما، سلامت پوست، نوروپاتی دیابتی، آرترید یا همون آرتروز، درمان برخی از مشکلات جنسی در آقایان، درمان سردردهای مزمن، برطرف کردن کمکاری کبد و بهبود سلامت قلب از موارد استفاده داروی گل مغربی هستش. اشکال داروی گل مغربی. اشکال داروی روغن گل مغربی به صورت کپسول های سافت جلی هستش که به صورت 500، 1000 و 1300 توی داروخونه های کشور موجود هستش که میتونید تهیهشون کنید. دوز مصرفی روغن گل مغربی. استفاده از این دارو برای تمام افراد مجاز نیست. کسانی که بالای 6 سال سن دارن مجاز به استفاده از این قرص هستن. بزرگسالان هم میتونن روزانه 1-4 عدد از این قرص رو با توجه به دستور پزشک همراه با آب یا غذا مصرف بکنن. بهترین زمان مصرف گل مغربی. مصرف قرص گل مغربی به زمان مشخصی از شبانه روز نیاز نداره. شما میتونید اون رو هر وقت که دلتون خواست مصرف بکنید. اما بهتره که برای داشتن یک رژیم غذایی سالمتر و کاهش اشتها اون رو در روز و قبل از وعده غذایی مصرف بکنید. قبل از اینکه این بخش رو شروع بکنم، این ویدیو رو لایک بکنید، چون با لایک کردنتون به ادامه مسیر این کانال کمک میکنید. عوارض جانبی روغن گل مغربی. هر ماده طبیعی یا شیمیایی در صورتی که با بدن سازگاری نداشته باشه میتونه باعث ایجاد عوارض جانبی بشه. همچنین اگه از اون داره به درستی استفاده نشه، ممکنه که عوارضی رو با خودش به همراه داشته باشه. روغن گل مغربی هم از این حالت مستثنا نیستش.
از عوارض رایج و خفیفی که این روغن میتونه برای شما ایجاد بکنه سردرد، کهیر، حالت تهوع، سرگیجه و ناراحتی های معده هستش. تداخل های دارویی گل مغربی. روغن گل مغربی میتونه با تعداد قابل توجهی از داروها تداخل داشته باشه یا اثر دارویی اونها رو کم بکنه و باعث ایجاد عوارض جانبی بشه. این داروها مثل داروهای ضد انعقادی مثل هپارین و وارفارین، داروهای ضد روانپریشی و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مثل آسپیرین، ایبوبروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک. توصیه های مصرف گل مغربی. استفاده از این دارو برای افرادی که داروهای ضد انعقادی یا ضد پلاکت مصرف میکنن ممنوع هستش، چون که باعث ایجاد خونریزی میشه. برای افرادی که قرص فنوتیازین مصرف میکنن به دنبال مصرف کپسول روغن گل مغربی خطر تشنج، تهوع و استفراغ جدی وجود داره. استفاده از این روغن برای بیماران مبتلا به سر و تشنج ممنوع هستش و اگه جراحی پیش رو دارید باید 2 هفته قبل از اینکه بخواید جراحی انجام بدین مصرف روغن گل مغربی رو متوقف بکنید تا از خونریزی بیش از حد جلوگیری بشه. مصرف این کپسول برای کودکان زیر 6 سال ممنوع هستش. قسمت آخر که قسمت ردبندی مصرف این دارو در زمان بارداری و در زمان شیردهی هستش. بانوان در زمان بارداری و در زمان شیردهی پیش از مصرف این محصول باید با پزشک خودشون در ارتباط باشن و با نحوه مصرف این دارو در زمان بارداری و در زمان شیردهی بیشتر آشنا بشن. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. من دکتر ربیعی هستم و اگه سوالی در مورد این ویدیو یا ویدیوهای دیگه داشتید اینجا کامنت بکنید، من در اصل وقت بهش جواب میدم.